دوستای عزیز سلام، خسته نباشید. ما امروز میخواییم شعله زرد درست کنیم. یکی از دوستا خواسته بودم برایشون درست کنیم و برایشون بفرستیم. من چون چیز برنامه نداشتم، گلاب نداشتم توی خانه. اول از همه بگم که رنگ گلاب یکم تیره یه. من چون گلاب نداشتم از این گلای محمدی دم کردم، تقریبا 10-15 دقیقه با آب جوش گذاشتم تا گلاب درست کنم. بعد برای شعله زرد من 3 لیوان برنج دارم که بهتر برنج یک روز قبل خیس کنین که خیلی خوب نرم میاد. بعد به همون اندازه من 3 لیوان هم شکر دارم، نصف لیوان گلاب، زعفران هم به اندازه دلخواست 3 تا 4 قاشق و 50 گرم هم کره. بعد ما برای برنج مقدار آبی که استفاده میکنیم برای هر یک لیوان برنج تقریبا 3 برابر آب میخوایم. یعنی من 3 لیوان دارم، 9 لیوان آب میخوایم. من قابلمه رو یه قابلمه بزرگتر انتخاب کردم برای سیلان چون حجمش زیاد میشه و بهتر آب جوش استفاده کنین. 9 لیوان آب داخل از این قابلمه من میریزم. برنجم داخل این آب جوش میریزیم و فعلا ما فقط کره رو بهش اضافه میکنم. دیگه بدون هیچ مواد فاد اینو یه همه کوچیک میزنیم تا به مدت 40 دقیقه تا یک ساعت، بستگی به برنجتان داره که چقدر خیس خورده، تا این برنج خوب پخته بشه و آبش رو بکشم. بعد دور بهتان نشان دوم که چکار کنیم. خب دوست ما برنج گذاشتیم برای جوش میخورم. بعد همین اولش هم من 4 تا دانه هل فقط یکم بازش میکنم و داخلش میندازم. پودر هل نمیندازم چون سیاه نشه، فقط به خاطر طعمش 4 تا دانه هل میندازم، باز آخرش هم درش هم میارم. خب الان دیگه در قابلمه رو میذاریم تا برنجا خوب پخته شه. خب دوستای عزیز آب برنج ما خوش شد، ما چون برنجم زیاد خیس نخورده بود آب بیشتر خواست و بازم آب بهش اضافه کردم. الان من یه هلایی که انداخته بودم از جوش جدا میکنم. دفعه دیگهش کجاست پیدا نکرده بانوز. سگونش این قشنگ برنجش پخته شده دیگه، از هم دیگه وارفته. اینجا ما الان شکری که داشتیم 3 لیوان شکر اضافه میکنیم. نگران نشین که برنجتون سفت میشه، چون شکر که میریزین دوباره آب میندازن. و نصف لیوان گلابی هم که داشتیم و به این اضافه میکنیم. و دوباره هم میزنیم قشنگ. میذاریم تا 10 دقیقه. 5 تا 10 دقیقه اگه با آتیش ملایم بذاریم، یک 10 دقیقه بذاریم که ببینید برنج ما رو قشنگ شکستم. اینو میذاریم، ببینید برنج شل شد، دوباره شکر رو کریخت. اینو میذاریم 10 دقیقه که با حرارت ملایم قلزد. بعد از او زعفران اضافه میکنیم. زعفران همیشه در آخرین مرحله اضافه میکنیم که بعدش 5 دقیقه فقط دمش بدیم و خاموش کنیم که عطر و طعم زعفران توی غذا عوض نشه. دوستاش شکر که اضافه کردیم من یادم رفت باید خلال بادام، کسی اکثرا توی شعله زرد خلال بادام میریزن، ولی شما خودم از طعم اون بادام پخته خوشی نمیاد داخلش اضافه نمیکنم. شما میتونید به دلخواهتون هر چقدر خواسته اندازه نصف پیمانه تا یا کمتر چند قاشق اضافه کنید. خب دوستای عزیز 10 دقیقه گذشت، ببینیم برنج و شکر حسابی دارم دیگه جا افتاده دیگه. ببینید برنجایی که سالم بود با شکر جوشیده قشنگ شکلشون وارفت. الان دیگه شعله زرد ما تقریبا آماده است. ما اینجا زعفران داشتیم، ما برای این تعداد لیوان برنج تقریبا 4 قاشق زعفران دم کرده اضافه میکنم. باز اینم سلیقه‌ایه، میتونین اگه
خواستین پر رنگ تر باشه بیشتر اضافه کنید. من حالا هم میزنم ببینیم رنگش چجوری میشه. اگر کم رنگ شد باز دوباره دش میتونم اضافه کنیم، مشکل نیست. رنگش رو لذت به دلهای خودتان دیگه. خب ما زعفران هم اضافه کردیم دیگه، الان وقتشه که در قابلمه رو بذاریم و با زعفران بذاریم 10 دقیقه فقط دم بکشه، نمیخواد قول بزنه. من زیر گازم رو کم میکنم. بعد از 10 دقیقه ما گاز خاموش میکنیم، میذاریم یک کمی شله زرد جا بیفته، بعد تزیینش میکنیم با هرچی که دوست داشتین دیگه. میتونیم با دارچین، خلال بادام، خلال پسته، گل محمدی تزیینشان کنیم. دوستای عزیز شله زرد ما آماده شد، 10 دقیقه طول کشید. زعفرانم دیگه من زیاد ریختم که رنگش خوب زرد بیه. ببینید قشنگ جا افتاده و آبی داره. که بعضی هم گه شله زرد ما آب میندازه بعد از اینکه خاموش میکنیم. شله زرد ها شکر رو اگه خیلی زود بریزین احتمالا دلیلش همون میشه، چون شکر وقتی زیاد بجوشه شکرک میزنه، بعد از اون موقع که چی میشه آبش جدا میشه از برنجتون. ولی حالا انشالله اینجوری یک بار امتحان کنین، شکر رو دیرتر برسین بعد ببینین که چطوری. حالا ما این را تزیین میکنیم دشمانشان. سلام دوسته عزیز، این رو شله زرد پخته کده، دخترم پخته کده. بعد از دوست های شیر خواسته بود که شله زرد پخته کده، برای برای که دیگه چی پخته کده، خدا که نخوشم بیه شما پخته کده شله زرد. خیلی خوشمزه دیگه، خدا یار نگه دارشم، خدا خیلی.